به افتخار احسان خواجه امیری و در سرسلامتی و در تعاقب جناب آقای سیلوان خسروی استدیو قرینه. آقای خسروی، ساختمان پزشکان نمره یک برخواست داریم. زنده باشی، فدات شم. بفرمایید. خیلی متشکرم احسان جان، خیلی لطف کردید. آره همونجا. دوست دارم خیلی زیاد. ان شاءالله که موفق باشی. خیلی ممنون. سال خوبی داشته باشی. خب بریم ببینیم که چیکار میکنه سیلوان خسروی واسه اولین بار در تلویزیون. جا خالی شد آقچون. تو لحن خنده هات احساس غم نبود، من عاشقت شدم دست خودم نبود. این خونه روشنه اما چراغی نیست، دنیا عوض شده این اتفاقی نیست. احساس من به تو ما بین حرفام نیست، هرچی بهت میگم اونی که میخوام نیست. احساس من به تو ما بین حرفام نیست، هرچی بهت میگم که میخوام نیست. ما مثل هم هستیم، من عاشق و دیوونم، منم شبیه تو اما چراغی نیست. من عاشقت شدم این اتفاقی نیست. احساس من به تو ما بین حرفام نیست، هرچی بهت میگم اونی که میخوام نیست. احساس من به تو خب سیروان خسروی برای اولین بار. آقا جلو دوربین که سختت نبود سیروان عزیز؟ باریکلا سخت که نبود که، قربونت برم. عالی 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 یه نه خیلی. خب ما با اینکه جا کم داریم اما دلمون حداقل وسیعه، خیلی خیلی میتونیم کارهای آنچنانی بکنیم. ما هر کاری کردیم این پیانوها رو نتونستیم بیاریم به دوستان صدا بردار متصل بکنیم. تا آخر برنامه هم که باز چیزی نمونده تلاشمون رو میکنیم. یه مجموعه تلویزیونی میخواد پخش بشه به اسم دست بالای دست، که زبان مثل دست بالای دست بسیار است. یوسف تیموری عزیز توش بازی کرده و از اون طرف هم ما در کنار یوسف تیموری خانم بهنوش بختیاری هم که ماشاءالله در اکثر سریال‌های طنز موفق و خوب و پربیننده و فیلم‌های سینمایی بفروش کار کردن رو هم به عنوان مهمان دعوت کردیم. آقای یوسف تیموری با اون پسر خوشمزه خوش رنگ دورگش میاد پیش ما؟ ها؟ نیومده؟ داره میاد دیگه. دو دقیقه دیگه بچه رو برده کجا؟ آها نمیتونیم بگیم کجا برده بچه رو. سیروان جان در زمینه ساختمان پزشکان توضیح بده، چجوری شد که ساختمان پزشکان رو خوندی؟ جنس موسیقی توی خود متفاوته، چندان در رسانه به این جنس موسیقی نمیپردازن. آره. چجوری بودش که شبکه 3 اومده و واقعیت اینه که مهراب قاسم خانی از دوستای خوب منه، قرار بود که ما قبلا با هم همکاری داشته باشیم، نشد چون دقیقه 90 بود. ولی برای ساختمان پزشکان خوشبختانه از 9 ماه قبلش میدونستم برنامه‌ریزی تونستیم بکنیم و در کمال تعجب پخش شد از شبکه 3. بله دیگه، به هر حال شبکه 3 خیلی کارو انجام میده. چیکار بکنیم با این تیم؟ خب من خیلی خیلی ممنونم از همتون. حمید جان که لطف کردی
و از کنار خانواده کندی اومد اینجا پیش خانواده وسیع‌تر که به حال اون مجموعه هم شامل میشد. بسیار ممنونم از حسام نواب صفوی عزیز و گرانقدر. ببخشید ملت زیق وقت نمیتونم درخواست بکنم کاری که سیروان واسه ما درست کرده رو پخش بکنه. حتی کاری هم که احسان درست کرده یه بار تونستی پخش بکنه. بله. کار نابود و رنجم نخونده رفت. خیلی وقت اون فشرده شد. شب گذشته رو ما به بتالت گذروندیم. ببخشید. ممنونم از سیروان که برای اولین بار چند دقیقه با آدمایی که دوستش دارم با کسایی که موسیقیشو گوش میکنن صحبت کرد. دوست دارم اگه نکته شنفتنی هم داره در مورد آثارش کارهاش. ممنون از شما. و یه خود کمکاریش 8 سال فاصله است بین کارات. چجوره؟ من ذره روی کارام حساسم برای همین طول میکشه. ولی دوست داشتم این آهنگی که امروز برای شما ساخته بودم و خیلی من دوست داشتم. خیلی دوست داشتم کار خوبی شد. حالا ان شاءالله جای دیگه بشنون. ان شاءالله که میشنون. خیلی ازت ممنون هستم. افتخاری بود واسه من پارسال قول داده بودم که در کنارت باشم. به قولم نتونستم عمل بکنم. برخی از اگرها اماها نمیذاره که من همیشه آدم خوشقولی باشم. از همه کسایی که به خاطر اگر اماهایی که من هیچ ربطی نداره اجازه ندادن که من خوشقول باشم عذرخواهی میکنم. ایشالله به حق علی بر محبت خودشون و بزرگواری خودشون این قصورها رو ببخشن. حسام، سیروان، حمید بسیار بسیار ممنونم. متشکرم. سال خوبی داشته باشی. پر از فیلم‌های آنچنانی. سیروان منتظر آلبوم سوم. حتما. ان شاءالله جرم بکنم. قطع بکنم بیای وکیلم بشی. ان به خدا قربت دارم. زنده باشی. افتخار دوستان خوبم. خیلی متشکرم. عالی.